بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. سلام عرض میکنم به یکایک عزیزان، حاضران و غائبان، و تبریک میگویم ولادت پیامبر گرامی اسلام رو که تاج سر ماست، موجب افتخار و اعتبار ماست، آموزه های حقیقت او رو و بنیادها و ارکان هویت او رو ستاندیم و از آن خود کردیم و اینک هم افتخریم که پا در راه او می نهیم و از برکات و حفاظات روح او بهره های فراوان می بریم و به شفاعت او هم امیدواریم. ابیاتی که اینجا خوانده شد و می دانم که دل محبان اون محبوب خداوند رو می لرزاند و به شعف می آورد، چنان که مورخان نوشتند این ابیات هنگامی خوانده شد که پیامبر اسلام از مکه به مدینه مهاجرت کردند. وقتی که وارد مدینه شدند، یعنی از پشت گردنه هایی که گردنه های وداع نامیده می شود، مرکب ایشان آشکار شد و با همراه خود که ابوبکر صدیق باشد گام به گام به مدینه نزدیک می شد، کسانی که به استقبال ایشان آمده بودند دف می زدند و این ابیات زیبا رو می خواندند که طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، وجب الشکر علینا ما دعا لله داع. این ترانه فوق العاده زیبا و فوق العاده پرمعنا که در استقبال از پیامبر سروده شد، قرن هاست که سینه به سینه و کتاب به کتاب نقل شده تا امروز به ما رسیده. در کشورهای عربی خوانندگان مختلف، از زن، مرد، کودک، بزرگ، این رو به لحنهای مختلف خوانده اند و چیزیست که در حاق ادبیات اونها جا گرفته و همچنین در عمق مغزها و قلبهای همه مسلمانان عرب زبان که از این ترانه رنگین و لطیف بهرهای روحی میبرند و همواره خود رو در حال استقبال کردن از پیامبر بزرگ خود میدانند که به سوی اونها رو می آورد و قرار است که سایه رحمت خود رو بر سر اونها بگسترد. ما هم درود می فرستیم به روح اون بزرگوار که شایسته درود فرستادن است. قرآن می گوید که خداوند بر پیامبر درود می فرستد: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. شما هم ای مؤمنان به او درود بفرستید، سلام بفرستید، اظهار ادب و ارادت کنید، در پیشگاه او زانو بزنید، شکرانه به جا بیاورید که او شما رو هدایت کرد، از ضلالت بیرون آورد، چشم شما رو به خدا گشود، دست شما رو در دستان نوازشگر خداوند قرار داد، آتیه شما، آینده شما، محشر شما، زندگی جاوید شما رو تأمین و تضمین کرد. و در مقابل چنین منعمی البته که منعمان باید شاکر باشند. مولانا که ما از او بسیار گفته ایم و میگوییم، در وصف و در مدح و در تمجید و تجلیل این روح بزرگ و این عزیز قدسی عرش نشین سخنان بسیار دارد و از لطیفترین اونها همان است که میگوید که نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، شیر پشمین از برای کت کنند، بو مسیلم را لقب احمد کنند، بو مسیلم را لقب کذاب ماند، مر محمد را اولو الالباب ماند. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. در حالی که ما روز ولادت پیامبر بزرگ رو جشن میگیریم، متاسفانه سر و صداهایی در عالم اسلام و در غرب برخواسته است که شیرینی این میلاد رو در کام مسلمین تلخ میکنه. روز 12 ربیع الاول که امروز است، بنابر روایت شیعیان و اهل سنت
روز میلاد پیامبر است. البته شیعیان روز دیگری رو که 17 ربیع اول باشد هم به منزله ولادت پیامبر جشن میگیرند و اون رو معتبرتر میشمارند و علی ای حال مسئله مهمی نیست، هر چه که هست یاد آوردن نام بزرگ اوست و تجدید عهد مودت و تحکیم عقد محبت کردن با اون روح بزرگوار است و رفتن در زیر چتر هدایت او و بهره برگرفتن از آموزه های او و هویت خیش رو تمدید کردن و صیقل زدن و جلا دادن و به نسل های آینده هم منتقل کردن و تجربه های روحی او رو هم تجدید کردن و بلکه شریک ازواق و مواجید او شدن. گفتم که در حالی ما این روز بزرگ رو جشن میگیریم شیعه و سنی، که حوادثی در اطراف ما میگذرد که متاسفانه کام ما رو تلخ میکند. همه ما در اخبار خواندیم و شنیدیم که اتفاقات سویی در فرانسه افتاد. از یک طرف تصاویر بسیار زننده و دلازار و جگرشکافی از رسول اکرم پیامبر بزرگوار اسلام رو دوباره منتشر کردند که دل هر دوستدار پیامبر رو به درد می آورد. از طرف دیگر حوادثی رخ داد، یعنی کشتن بیگناهانی که هیچ انسانی، هیچ مسلمانی، هیچ با وجدانی بر آنها صحه نمی گذارد و 100% تقبیح می کند و ناروا می شمارد، هم از جهت دینی، هم از جهت اخلاقی، هم از جهت انسانی و هم از جهت حقوق شهروندی. و به هیچ وجه هیچ کس، چه مسلمان چه غیر مسلمان، نمیتواند راضی شود که بیگناهانی به قتل برسند. چرا که کسی در جای دیگری خطایی کرده است. گیرم که کشنده و ترسیم کننده اون کاریکاتورهای ننگین کار خطایی کرده، که البته خطا کرده، اما معلم بیگناهی رو سر بریدن یا عبادت و نمازگزارانی رو که در کلیسا آمده اند و نشسته اند به یاد مسیح و به یاد خدا ذکر میگویند و سخنرانی گوش میکنند، اونها رو به قتل رساندن کاری است که در شناعت و فجیع بودن او هرچه بگوییم کم است. مسلمانان همه قاطبتا این رو تقبیح میکنند. هیچ کس نیست که این رو روا بشمارد از لحاظ دینی یا از لحاظ اخلاقی. اون کسان اندکی هم که به این کارها دست میبرند مسلماً از تعلیمات اسلامی بیخبرن، مسلماً انگیزه ها و محرکات دیگری دارن و مسلماً داغی که از جای دیگر بر دل دارند در این حوادث تشفی میبخشن، التیام میبخشن و گمان میکنن که عکس العمل مناسبی برای اون رفتار نامناسب نشان دادن. من این رو بدون هیچ گونه تحفظ، بدون هیچ گونه اما و اگر، بدون هیچ گونه قید و شرط بیان می کنم که این کار، یعنی کشتن بیگناهان، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. از هیچ جهت هیچ مسلمانی و غیر مسلمانی نمی تواند بر آن صحه بگذارد و آن رو روا بشمارد. این رو می گویم و تکرار می کنم و می دانم که روح بزرگ پیامبر عزیز اسلام هم از این که به نام او و به نام دیانت او چنین رفتارهای ناروا و شنیعی سر میزند البته و 100% رنجیده است. پیامبری که ما میشناسیم، آموزه هایی که به ما داده، درس هایی که به امت خود داده، رفتاری که در زمان خود داشته، صحابیانی که دور خود پرورده، هیچ کدام به ما نمیگویند و پیامی این چنین نمیدهند که در مقابل مخالفان، در مقابل تمسخر کنندگان، در مقابل منکران چنین عکس العملی، چنین واکنش ناروایی نشان بدهیم. این رو عرض میکنم. اما از اون طرف هم من نکاتی دارم که مایلم اون رو هم اینجا بگویم، برای اینکه این بازی یک سر ندارد، دو سر دارد. یک سر او هم حکومت هایی هستند که اکنون در کشورهای غربی حاکمند و سیاست گذاری می کنند و در مواجهه با مردم خود رفتار ویژه‌ای رو در پیش می گیرند که
میتواند به چنین عواقبی، به چنین پیامدهای ناگواری منتهی بشود. شما ملاحظه کنید در همین فرانسه که قبلا هم از این گونه حوادث در او رخ داده بود و می باید سیاستمداران عاقل رو هشدار میداد و هوشیار میکرد و پخته تر میکرد، در این نوبت یعنی در روز درست اول اکتبر، 2 هفته قبل از اینکه اون معلم بیگناه سبعانه به دست اون جوان چچنی کشته شود، ذبح شود و سربریده شود، آقای ماکرون، امانوئل ماکرون سخنرانی کرد و در آن سخنرانی اشاره کرد، من عیناً جمله او رو که شنیدم عرض می کنم، اسلام اتان کریز، اسلام در حال بحران است. و همین موجب شد که سر و صدای بسیاری در میان مسلمانان فرانسه و در میان مسلمانان جهان پدید آید. چه مقدار میزه گردها گذاشتن، چه مقدار تحلیل ها از این سخنان جناب آقای ماکرون کردن و این ماجرا ادامه پیدا کرد، همراه شد با انتشار مجدد همون کاریکاتورهای زشت و ننگین، همراه شد با محاکمه اون کسانی که چند سال پیش در شارل ابدو ادعی رو به قتل رسونده بودن. همه این حوادث دست به دست هم داد که ما ناگهان مواجه شدیم به حادثه های زشتر، تلختر، پلیدتر که عبارت بود از کشتن بیگناهان و همه اینها به نام اسلام و به نام مسلمانی. دیرگاهی است که در خصوصا فرانسه اصطلاحاتی رو جا انداختن و رفته رفته در جهان هم منتشر شده. یکی از آنها تروریسم اسلامی است و یکی از آنها فوندامنتالیسم اسلامی است. البته وقتی که اینها رو به کار میبرن میگوین ما همگان رو نمیگوییم، اما وقتی که اون قیود کنار گذاشته شود یک چنین ترمی جا میافتد. این رو در مورد هیچ دین دیگری به کار نمیبرن. اتفاقا آقای ماکرون تو سخنرانی خودشون از فوندامنتالیسم اسلامی، از تروریسم اسلامی هم یاد کرد و بدیهی است وقتی که با او در میان بگذارن میگوید که من همگان رو به این چوب نمیرانم و مجرم به این جرم نمیدانم، اما وقتی که یک اصطلاحی وضع شد و جعل شد و نشر شد و روان شد و جا افتاد، آنگاه برچسبی میشود که هر کسی رو که بانگی میزند، الله اکبری میگوید، نمازی میخواند، اظهار و ابراز اسلامیت میکند، زیر این برچسب او رو مجرم یا متهم یا مشکوک بدانند و طرد کنند. این اتفاقی است که متاسفانه بیش از هر جا در فرانسه افتاده است. بی جهت هم نیست که این اتفاق افتاده. فرانسه لائیک است، سکولار نیست. لائیسیته یعنی سکولاریزم رادیکال، یعنی سکولاریزم فوندامنتال، یعنی سکولاریزم فوندامنتالیست، یعنی ضد مذهب، یعنی مذهب گریز. میگویند که ما با مذاهب مسئله ای نداریم، اما اینطور نیست. حقیقت این است که بیطرفی مذهبی ندارند و این همون چیزی است که باعث شده، من بارها شنیدم از مسلمان های فرانسه، که اینها خودشون رو تحت تبعیض و تحت تهدید ببینند. این چیزی است که من در انگلستان ندیدم، من در کانادا ندیدم، در همین آمریکا هم که من نزدیک 20 سال است که زندگی میکنم ندیدم. من در انگلستان نزدیک 10 سال زندگی کردم، چه مدتی که مشغول تحصیل بودم و چه مدتها بعد از آن. دوستان مسلمان بسیار از شیعه و سنی فراوان داشتم و دارم و با اینها ما ارتباط زیادی داشتیم و داریم. خدا رو شاهد میگیرم من یک نوبت ندیدم که این مسلمان ها از حکومت انگلستان دل پردردی داشته باشند. مسلمانن، متفاوتن با بقیه، اما چنان حکومت با پختگی عمل کرده، چنان چتر مدارای خودش رو بر سر اینها گسترده که احساس میکنن از آن جامعه ان، جدا نیفتاده ان، تحت تبعیض نیستن و میتوانن به خوبی یک شهروند بریتانیایی باشن و یک مسلمان باشن و بین این دوتا تعارض و تناقضی پیش نیاد. مسائل خرد اینجا و اونجا همیشه در همه جوامع هست. من به صورت کلان
عرض می کنم. در کانادا همینطور، من مدتها در کانادا بودم، در آمریکا همینطور است که ما می شناسیم. من به آقای ماکرون و به فرانسوی ها نمی گویم که آزادی بیان رو کنار بگذارید، نمیگم که به مسیحیت رو بیاورید. میدانم که اینها مدت هاست، 2-3 قرن است که به مسیحیت پشت کردن، درس اخلاق هم به اونها نمیدم، ولی میگم از انگلستان یاد بگیرید، میگم از کانادا یاد بگیرید. مگه در اونجاها آزادی بیان نیست؟ مگه اونها تو کانستیتوشن خودشون اینها رو ننوشتن؟ ولی چنان عمل میکنن که نه آزادی بیان به هم میخوره، نه زخمی به روح و به دل مسلمان ها میخوره. این مسلمان ها چه میهمان باشن چه میزبان، البته در بسیاری از این کشورها من جمله در فرانسه هم میزبانن هم میهمان، برای اینکه بعد از اون دوران استعمار فرانسه در الجزایر و در تونس و در مراکش و جاهای دیگه، خب تعدادی از اینها به فرانسه آمدن، اونجا ماندن و نسل های بعدی به وجود آوردن و اینا همشون شهروند فرانسوی هستند، تعدادی هم البته مهاجرت کردن. آیا واقعا این انصاف است، این انسانیت است، این مدنیت است که من مهمانی به خونه خودم دعوت کنم، مهمانهایی دعوت کنم و بعد بالای منبر برم سخنرانی بکنم و به پدر و مادر این مهمانها جسارت کنم و اهانت کنم و بگویم تحمل کنید چون قصه آزادی بیان است؟ بله آزادی بیان هست، ولی در کنارش ادب هم هست، حرمت هم هست، مدنیت هم هست، حیا هم هست، میهمان نوازی هم هست، پختگی و عقلانیت هم هست. آقای ماکرون اهل فلسفه است و از قضا شاگرد پل ریکور بوده. پل ریکور یکی از فیلسوفان معاصر فرانسوی است، البته چندین ساله که فوت کرده، از قضا از فیلسوفان بسیار مورد علاقه بنده هم هست. الان کتابش روی میز منه، نه اینکه امروز و امشب گذاشته باشم، دیرگاهی است از این جام هلالی مستم. من خیلی وقت است که با این فیلسوف آشنایی دارم، در کتاب رویای محمد هم از او یاد کردم. تئوری هایی که در باب استعاره داره بسیار عالی است، بسیار آموزنده است. آقای ماکرون شاگرد اوست، فلسفه میداند. من به ایشان میگویم که آزادی بیان یک حق است نه یک تکلیف. آزادی بیان یک رخصت است، یعنی میتوانی الف را بگویی و میتوانی نگویی. تکلیف نیست که حتما الف را بگو یا حتما الف را نگو. حالا چه شده است که شما از این رخصت یک لنگه او رو انتخاب کردید؟ اگر ریگی به کفش نیست، اگر وسوسه ای، اگر تحریکی، اگر تبعیضی، اگر تهدیدی در کار نیست، خب چرا این طرفش رو انتخاب کردید؟ میتونستید نگید، بازم آزادی بیان است. آزادی بیان دقیقاً یعنی به جای گفتن گفتن، به جای نگفتن نگفتن. ما اون شعر خیلی زیبای سعدی رو هممون در گلستان خوندیم، دو چیز طیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. طیره عقل یعنی موجب خفت عقل، یعنی سبک مغزی است. دو چیز نشانه سبک مغزی است، یکی دم فرو بستن به وقت گفتن و دیگری گفتن به وقت خاموشی. بگویی وقتی نباید بگویی، نگویی وقتی که باید بگویی. آزادی بیان یک حق است نه یک تکلیف. شما میتونی از این حقت استفاده بکنی، میتوانی نکنی، حتی میتوانی سوء استفاده بکنی از این حق. تکلیفی نیست که من الا و لابد چنین باید بکنم. این یکی از حقوق است. حقوق دیگر هم در کنار این هست. یک شخص عاقل همه اینها رو در کنار هم مینهد و استفاده میکنه و بعد وقتی که این سوء استفاده صورت میگیره، بعد از اون طرف بانگ و فریاد بلند میشه. ما این سوء استفاده ها رو مشکوک میدانیم، من مشکوک میدانم، یعنی این مقدار عقلانیت رو من در سیاستمداران غربی و فرانسه میشناسم، این مقدار پختگی رو سراغ دارم که بدانن چه باید بگویند و بدانن چه نباید بگویند. اینکه یک مرتبه به میدان میان، اونم با تیزترین حربه جگر مسلمانان رو سوراخ میکنن، انسانی پیامبری که از پدر و مادر نزد اونها عزیزتر است به مشوهترین زشترین شکل تصویر میکنن و پخش میکنن و بعد پرچم او رو بر ساختمانهای دولتی میآویزند و خاک در چشم اونها در مردم مسلمان میپاشند، علنا لجبازی میکنن،
هیچ معنایی نداره جز اینکه غیظ دیگران رو درآورن، جز اینکه اونها رو تحریک بکنن. تا وقتی که تحریک شدن، اونگاه بگوین ما نگفتیم مسلمان ها وحشی هن. ما نگفتیم اینها تحمل ندارن، ما نگفتیم اینها میهمانان خوبی برای ما نیستند در غرب، نگفتیم که اینها از مدنیت بی بهرن. بعد یک عده حتی ایرانی کاسه های داختر از آش یک مرتبه به میان بریزند که بله اینها رو بیرون کنید، اینها رو اخراج بکنید، اینها لیاقت زندگی کردن در غرب رو ندارن. کجا بیرون بریزن؟ اولا اینها مهاجرانی هستن که به دلیل استعماری که اینها کرده بودن بعدن مجبور شدن اینها رو بپذیرن، بعدم تعداد زیادی از اینها شهروندن، از اینها زاده فرانسن. بیرون بریزید یعنی چی؟ این که بدتر از اصل ماجراست، یعنی نقض بیطرفی است و نقض حقوق شهروندی است. و شما ببینید که یک کار غلط، یک کار ناپخته که به اسم آزادی بیان صورت میگیره چه پیامدهایی داره. من به شما عرض میکنم آقای مکرون وقتی که میاد میگه اسلام در بحران است، منم قبول دارم اسلام در بحران است. فقط اسلام در بحران نیست، مسیحیت هم در بحران، یهودیت هم در بحران، اصلا همه ادیان در دوران مدرن در بحران هست، هیچ شکی نداره. مدرنیته در بحران است، از همه بالاتر لایسیته در بحران است. این حرف رو یک دانشگاهی، یک دینشناس میزواند بزند و میزند و میزنند و میزنیم، چه در دانشگاه فرانسه، چه انگلستان، چه آمریکا، همه جا کتاب ها مقاله ها نوشته شده راجع بحران ادیان و بحران مدرن. همین آقای ماکرون که شاگرد جناب پل ریکور بود، اوبریکور شاگرد هایدگر بود، هایدگر مهمترین تعلیمش و آموزه فلسفیش بحران مدرنیته است، تمام حرفش اینه. خب یک فیلسوف اینو حق داره بگه، یک دانشگاهی حق داره بگه و معناش روشنه. وقتی که یک دینشناس راجع به بحران اسلام، بحران مسیحیت، غیره سخن میگه، خیلی در جای خودش تحلیل میکنه، تحقیق میکنه. اما وقتی این رو یک سیاست مدار میگه، دیگه بوی تحقیق نمیده، بوی سیاست میده، بوی تبعیض میده، بوی موضع‌گیری غیر بیطرفانه و ناقض بیطرفی میدهد. آقای ماکرون، آخه کی از شما اظهار نظر راجع به ادیان رو خواسته؟ اتفاقا دیدم که الجزیره، تلویزیون الجزیره یک مصاحبه طولانی با آقای ماکرون کرد، نشستم مفصل گوش دادم. مصاحبه کننده در دهان آقای ماکرون گذاشت، گفت شما وقتی گفتید اسلام در بحرانه که این همه سر صدا به پا کرد، منظورتون این بود که مسلمین در بحرانن؟ اونم بلافاصله بل گرفت، گفت بله من منظورم اون بود، من که عالم الهیات نیستم. اینا رو خودش گفت. بله ما هم میدونیم شما عالم الهیات نیستید، انتظارم نداریم، اما وقتی که شما به منزله یک سیاست مدار راجع به بحران یک دین در یک سخنرانی عمومی حرف میزنی، این باعث می شود که دیگران از او درک دیگری داشته باشند. اگر یک محقق دین شناس این رو بگه، هیچ مشکلی پدید نمیاره، کما اینکه نیاورده. سکولاریزم اصلا معناش بی‌طرفی نسبت به ادیان، همین امروز هم معناش بی‌طرفی نسبت به ادیان است. جدا کردن دین از حکومت مگه غیر از این بود؟ حکومت به یک چشم باید به همه ادیان نگاه بکنه. اینکه ما بیان در مقابل یه دینی موضع بگیریم، بگیم که برید خودتون رو درست کنید، شما کارتون خرابه، شما پیچت مهرتون شله، برید سفت کنید، برید به خودتون برسید، شما اشکال دارید، این از یک سیاست مدار شنیدنی نیست. اگر هم بگوید معنای دیگری داره. این درست شبیه اون حرفیست که آقای بوش پسر اینجا در آمریکا، یادتون هست همه در اون سخنرانی استیت یونین خودش مسئله جنگ های صلیبی رو مطرح کرد. اتفاقا جنگ های صلیبی جنگی بود که فرانسوی ها را انداختن و حدود 8 قرن پیش 9 قرن پیش این شروع شد، مدت 2 قرن هم طول کشید. چقدر مسلمان کشتن در بیت المقدس که همین امروز خود مسیحی ها، من نوشته هاشون رو میخونم، شرمنده اند نسبت به اون کاری که کردن و اون دستوری که صادر کردن و اون جهادی که به خیال خودشون به راه انداختن برای تصرف بیت المقدس و بیرون آوردنش از دست
مسلمان ها. وقتی که یه آقایی به نام جورج بوش که نه الفبای این مسائل رو میدونه، نه تاریخش رو خونده، نه تخصصی در این امور داره، میاد و نطقی به دستش مینویسن و میاد مسئله جنگ های صلیبی رو مطرح میکنه که هنوز تمام نشده، یعنی ما هنوز هم باید با مسلمان ها بجنگیم، شما فکر میکنید بعد یه مسلمان جوانی که پای این سخن نشسته باشه چه نتیجه خواهد گرفت؟ وقتی که آقای ماکرون این سخنان رو میگه، اونم در اون جو پر التهابی که در اثر پخش و انتشار کاریکاتورهای زشت و موهن و جسارت آمیز و ننگین منتشر شده، خب بدیهی است که یه عده‌ای رو تحریک میکنه. من به شما اطمینان میدم این کسانی که دست به قتل میزنن، اینا آموزه های سیاسی اینا رو میگه، آموزه های دینی نیست. این جوان 18 ساله چچنی این قرآن نخونده، این روایات پیغمبر نخونده، این تو این حرفا نبوده اصلا. رگ اینها رو و خون رو در رگ اینها چی به جوش میاره؟ این تبعیض و تهدیدی که میبینند و اینکه تاریخ گذشته خودشون رو مطالعه میکنن. لازم نیست کسی قرآن رو جلو اینا بگذاره بگه بخونین ببینین گفته که باید کافرها رو بکشین. والله تو قرآن هم چیزی نگفته، توی قرآن نگفته اگر کسی پیامبرتون رو مسخره کرد بکشید، والله این چیزی تو قرآن نیست. ولی جلوی اینها چی میذارن؟ داعشی ها چی میذارن؟ همین طالبان چی میذارن؟ تاریخ گذشته اروپا رو میذارن، میگن ببینید این چنین ما رو استعمار کردن، این چنین ما رو لگدمال کردن، این چنین حاکمان نالایق رو بر سر ما گماشتن، این چنین مخازن و معادن و منابع ما رو ربودن. تاریخ اروپا رو میذارن، تاریخ اروپا انکیزیسیون داشت، تفشیش عقاید داشت، مرتدین رو به آتش به سیخ میکشیدن دقیقاً، نه اینکه مجازن، و روی آتش کباب میکردن. هزاران نفر رو اینچنین کشتن، چیزی که ما در اسلام نداشتیم. غربی ها از دلش فاشیسم اومد بیرون، کمونیسم اومد بیرون، جنگ جهانی اول اومد بیرون، جنگ جهانی دوم اومد بیرون، یهود سوزی اومد بیرون، بمب اتم اومد بیرون، سلاح‌های شیمیایی اومد بیرون، استعمار اومد بیرون. شما کافیست اینا رو جلوی یک جوان ناآزموده بگذارید و بگید اینا به سر ما این چیزا رو آوردن، تحریک میشه و بعدم دست به کاری میزنه که نباید بزنه. والله اینا نه قرآن خوندن، نه روایت پیامبر، نه عقلشون به این چیزها میرسه و نه چندان تربیت اسلامی داشتن اصلا. این جوانهایی که اینجا در آمریکا در 11 نوامبر رفتند و به اون دو برج کوفتن، اینا تو خونه هاشون بعدن دیدن کتابای اسلام فور دامیز پیدا کرده بودن، اسلام برای ابله ها، از اسلام این مقدار میدونستن. مشکل اینها، محرک اینها چیزی دیگری بود. من خواهش میکنم اینا رو به پای اسلام ننویسید. قاطبه مسلمین اینا مخالفند با این حرکت ها. 1 میلیارد خورده ای رو شما ببینید این چیزها رو قبول ندارن، تصویب نمیکنن بلکه تقبیح میکنن، محکوم میکنن. اگر چند نفر، چند ابله، چند تحریک شده که توسط منابع مشکوک تحریک شدن این کارا رو میکنن، نه مسلمان ها باید نتیجه بگیرن که این نشانه انحطاط ماست، نه دیگران باید این نتیجه بگیرن که این نشانه توحش اونهاست. البته بنده واقعا در اینجا به علمای مسلمان، به متفکران مسلمان هم باید بگویم و میگویم که در این مسائل باید محکم به میدون بیان، محکم باید این چیزها رو محکوم کنند. با اما و اگر، با چنین است و چنان است، اینجوری نمیشه. ما البته خودمون هم در باری از این موارد پیشینه خوبی نداریم. آقای خمینی وقتی که سلمان رشدی رو محکوم کرد و بعد بنیاد 15 خرداد برای سر سلمان رشدی جایزه نهاد، 1 میلیون و نیم دلار یادم نیست چقدر، خب اینا کارهای زشتی بود و کار آقای خمینی 100% سیاسی بود. من به یاد دارم بعد از اینکه اون فتوا صادر شد و اون اتفاقاتی افتاد که همه میدانید، یکی از مراجع که اکنون البته به دیار باقی شتافت است آمد و سخنرانی کرد، گفت این حکم، حکم خداست، حتی پیغمبر هم نمیتونه اونو پس بگیر. کاملا به یاد دارم. دیدید که پس گرفتن، خودشون پس گرفتن.
من در ترکیه بودم وقتی که دولت ایران اعلام کرد که ما به سلمان رشدی کار نداریم و دیگه اون فتوا رو کنار نهادیم. یکی از متفکران و روشنفکران دینی ترک به نام آقای علی بولاچ که از دوستان من است آمد پیش من گفت فلانی ماجرا چیست؟ برای ما توضیح بده. این اگه حکم خدا بود چرا پس گرفتن حکم خدا رو؟ اگر حکم خدا نبود چرا از اول دادن؟ گفتم نه، از اول سیاسی بود، حالا هم سیاسی است. هم ابرازش سیاستی از روی سیاست بود، هم پس گرفتنش. حتی اونها رو هم شما نمیتونید به پای دین بنویسید. به فرضاً به پای دین بنویسید، مهم نیست. این همه کسانی وجود دارن که اونها رو رد میکنن، تقبیح میکنن. ولی من علاوه بر علمای اسلام و خصوصا روشنفکران مسلمان که بسیارشون بیانیه دادن و تقبیح کردن و انکار کردن، به غربی ها هم میگم که شما هم مواظب باشید. اون چه که در صحنه دیده میشود این است: یک سکولاریزم فوندامنتالیست داره با یک فوندامنتالیسم دینی میجنگد. دو تا فوندامنتال اینجا به جای هم افتادن، هر کدوم عکس برگردون دیگری است، هر دو دروی یک سکه. این او رو تقویت میکنه، اون اینا رو تقویت میکنه و هر دو باید دست بکشن، مخصوصا اون که قدرت بیشتر داره، وظیفه و مسئولیت بیشتر داره. این داستانی است. من بازم عرض میکنم، من به فرانسه میگم به انگلستان نگاه کنید، از اونا یاد بگیرید، به کانادا نگاه کنید. اصلا کاری نداریم نه به فلسفه، نه به اخلاق، نه به حقوق، به هیچی. ببینید چه کار کردن که توانستن این جمعیت مسلمان خودشون رو اینطوری دوستانه در کام بگیرن و زندگی مرفهی هم خودشون داشته باشن هم دیگران. مایه تأسف از اونچه که اکنون اتفاق افتاده، ولی تحلیل من این استش که یک فوندامنتالیسم سکولار که اسمش لائیسیت است با یک فوندامنتالیسم دینی که اسمش داعشه و طالبان و غیره در جنگن و هر دو مستوجب ملامتن، هر دو مستوجب ملامتن. به هر دوتا باید یاد داد که مشکل اسلام نیست مطلقا و فهم درست از موقعیت است که ما رو به نتیجه های نیکو میرسانه. یک کسی بود به من میگفت و من در حرفای ماکرون هم دیدم البته ملایمتر، میگفت که همه مسلمان ها تروریست نیستن اما همه تروریست ها مسلمان هن. من بهشون گفتم بذار من این رو کلیتر و خیلی جامعتر برای تو بگم، همه انسان ها تروریست نیستن اما همه تروریست ها انسان هن. خب چه نتیجه میخوای بگیری؟ همه انسان ها رو باید به دریا بریزیم؟ این منطق های باطل، این منطقهای باطله که من در سخنان مکرونم شبیه این رو البته قدری نرمتر دیدم. خب میدونیم که چه نتیجه هایی به بار میاره. این همه پشت سپر آزادی بیان قایم شدن و کارهای ناروا و ناکردنی رو کردن و دیگران رو برانگیختن و به اونها مارک توحش و انحطاط زدن شرط یک سیاست پیشگی عاقلانه نیست. در یک کشور ما دنبال لج و لجبازی که نیستیم، دنبال انتقامگیری که نیستیم، دنبال اثبات بربریت طرف مقابل که نیستیم، دنبال تحبیبیم، دنبال نزدیک کردن دلها به یکدیگریم. کمترین رفتاری که این اصل رو مخدوش میکنه باید مخدوش بدانیم و باید کنار بگذاریم. من امروز اتفاقا داشتم با خودم فکر میکردم، یاد یک قصیده افتادم. من یادم 16 سالم بود و یک تابستانی به مدرسه رفته بودم، نزد من دانش آموز مدرسه علوی بودم، میدانن دوستان، نزد رئیس مدرسه رفته بودم، خدا ایشان رو رحمت کنه. یه جزوهی به من داد که یک قصیده بلندی بود از یک شاعر عرب مسیحی لبنانی به نام مارون بک عبود. این امروز بیاد آوردم، این قصه مال 60 سال پیشه. من وقتی که این قصیده رو خوندم، اون موقع برای من خوندنش آسان نبود، بالاخره عربی بود، بعد به شعر بود،
اما خب به تدریج تفوقی یافتم و توانستم که بخوانم و حفظ شدم. بسیار قصیده صمیمانه است از یک دل شیفته نسبت به پیامبر اسلام که معنویت رو درک میکنه، توحید رو درک میکنه، رسالت پیامبر رو درک میکنه، کاری رو که با عربستان و با اون عربهای جاهلی کرد درک میکنه، بانگی رو که در تاریخ در انداخت، تمدنی رو که ساخت، هویتی رو که آفرید، حقیقتهایی رو که آموخت، اینها رو درک میکنه و به زبان بسیار لطیفی در این ابیات 100 یا 101 بیت بود اینطوری که یادمه اینها رو درآورده. و وقتی که اونجا میگه من وقتی که الان صدای الله اکبر رو در این کلیپ میشنیدم، در یکی از همون ابیات میگه هازا بلالون یبلغ النبع العظیم و یتبع اسم الله فی الازهانی الله اکبر و ده ورت اسنامکم فتحتمت سمعت صوت اذانی. میگه این الله اکبر است، صدای اذان را نمیشنوی؟ این که بلند شد بت‌ها شکست فرو ریخت و این بلال است که صدای الله اکبر را بلند کرده. و بسی از این تجلیل ها از پیامبر عظیم الشأن اسلام میکنه تا به آخر این قصیده که میرسه میگوید که فلتن حل الاجیال و اجلالن ازا ذکر النبی الاطهر الادنانی ولتن اقل متعصبون فلن یزر تیر الجنان تمتق الغربانی. میگه وقتی که نام این نام پاک این پیامبر ادنانی به میان میآید، همه نسل ها، همه آدمیان باید به احترام در مقابل او خم شوند. فلتن حنل اجیال و اجلالن ازا ذکرن نبی الاطهر الادنانی. و بعد میگوید که بگذار کلاغان بانگ بزنند، بانگ این کلاغان زیانی به اون مرغ بهشتی نخواهد رساند. فلتن اقل متعصبون، متعصبون یعنی همین فندمنتالیست ها، فلتن اقل متعصبون فلن یزر طیر الجنان تمتق الغربانی. و ما هم به گفته همین شاعر قصید سرای پیامبر دوست عرب مسیحی لبنانی در مقابل پیامبر عظیم الشأن اسلام سرخم میکنیم، تعظیم میکنیم به رسم اجلال، به رسم تجلیل و به رسم ارادت و با او تجدید عهد میکنیم و به قول حافظ میگوییم که با تو اون عهد که در وادی ایمن بستیم، همچون موسی ارنی بود به میقات بریم، کوس ناموس تو بر کنگره عرش سریم، علم عشق تو بر بام سماوات بریم. این پیمانی است که مسلمان ها با پیامبرشون میبندند، اما این پیمان متضمن آن است که مسلمانی خود رو تقویت کنند، اندیشه های اون بزرگوار رو بهتر بشناسند و وقتی که مدعی پیروی از او هستند بدانند که در این جهانی که بحران مدرنیته همه رو فرا گرفته، بلکه خودش رو هم فرا گرفته، بلکه لائیسیته رو بیش از همه فرا گرفته، در این جهان چگونه باید گام برداشت، چگونه باید مسلمان خوبی بود. من نمیگم غربیا همه چیزای بد برام آوردن، خیلی چیزای خوب آوردن، یکیش حقوق بشر، یکیش دموکراسیه. مسلمان در همه این کشورهای غربی باید یک شهروند خوب باشه. من در آلمان بودم، در دانشگاه هامبورگ در سال 2013 اونجا تدریس میکردم. در اثناء تدریس از من خواستن که یک سخنرانی عمومی برای آلمانی ها داشته باشم و به من گفتن که موضوع سخنرانی هم خودشون دادن، چون مسئله اونها بود ترکان در آلمان و مخصوصا زنان ترک در آلمان. خب من این خانم های ترک رو زیاد دیده بودم، مسجدشون رفته بودم، چند تا از این دختر خانم ها شاگرد خود من بودن در دانشگاه هامبورگ، با اینها گفتگو کرده بودم، نسل های گذشته اینها رو بعضی هاشون رو دیده بودم. میدانید که نسل های اولیه که از ترکیه به آلمان اومدن معمولا کارگر بودن، اما بعدا نسل های بعدیشون دیگه همه دانشگاه رفته، فرهیخته، از زن و مرد زبان آلمانی خوب میدونن و هویت اسلامی خودشون رو سعی میکنن حفظ کنن. ولی آلمانی ها گویا که راضی نبودن، اینا دلشون میخواست که مسلمان ها فرهنگشون منحل در فرهنگ غربی و آلمانی بشه. این چیزی بود که خب من احساس میکردم،
در فرانسه هم کاملا همین است، انحلال فرهنگی اینا میخوان. گاهی به زبان میگن مثل فرانسوی ها خیلی قرص و خیلی صریح و خیلی گستاخ، گاهی هم نمیگن. در اون سخنرانی من برای آلمانی ها که اتفاقا از سناتورها و دیگر هم پای صحبت من بودن، دانشگاهیان بودن، توضیح مفصلی دادن. گفتم شما آلمانی ها بسیار سرفرازید در تاریخ، من تملق شما رو نمیگم، من شاگرد فیلسوفان شما ها بودم، شما بزرگترین فیلسوفان دوران مدرن رو به جهان داده اید، از لایبنیتس بگیرید بیاید پایین تا برسید به کی؟ به جناب هگل، بعد فیشته، بعد شلینگ، بعد نیچه، بعد مارکس، بعد در زمان ما گادامر، هایدگر و کسانی دیگری این چنین. همشون فیلسوفان درجه اولن، واقعا درجه اولن. کانت که یادم رفت نامش رو ببرم، انگلستان یک فیلسوف بزرگ داره، جناب دیوید هیوم، بقیه همه خودریزن. میشناسم فیلسوفان دیگرشون رو، با آثارشون هم آشنا هستم، ولی یک فیلسوف بزرگ داره. فرانسه یک فیلسوف بزرگ داره، جناب دکارت، رونه دکارت. بقیه مثل مالبرانش و پاسکال و حتی فیلسوفان امروزیشون مثل سارتر و مثل مالویناس و دریدا و همین آقای پل ریکور، اینا هیچ کدوم به پای دکارت نمیرسن. ولی حقیقتا آلمان چندین فیلسوف درجه اول داره، هنرمندان درجه اول، موسیقیدانها و نوازندگان درجه اول، شیمیستای درجه اول. من وقتی که تاریخ علم کار میکردم، خب خصوصا با تاریخ شیمی آشنا بودم، شیمیستای درجه اول از آلمان ظهور و بروز کردن، ریاضیدانهای درجه اول، یک نژاد غریبی هستن اینها. خب گفتم این چنین است و این یه واقعیت است، شما یک ملت مفتخر هستید. بعد به اونا اشاره کردم، گفتم که ولی من به شما میخوام بگم مسلمان ها هم این طورن. مسلمان ها بزرگترین فیلسوفان رو تحویل تاریخ دادن. ابن سینا یک فیلسوف world class philosopher، یعنی شکی در این نیست که فیلسوف همه زمان هاست. و به دنبال اونا البته فیلسوفان دیگری، گفتم مثلا همین رومی که همه شما میشناسید، خب این یک افغانه یا یک ایرانی خراسانیه، حالا افغانستان که اون زمان نبوده، اینا همه خراسان بزرگن. خب این رومی که الان شعرش، فکرش جهانگیر شده، از اونجا برخواسته. دیگران مثل سهروردی، مثل ملا صدرا، مثل ابو ریحان بیرونی، گفتم این مردم هم مردم مفتخری هست. حالا گفت که قضا افکند ما را در عذاب، کی رود اون طبع و خوی مستطاب. حالا اگر دچار دشواری ها و ناکامی های شدند، شما نباید به اینها از بالا نگاه بکنید، اینها یک پیشینه بسیار افتخارآمیزی دارند. و لذا به یک معنا دو تا بزرگ، دو تا ملت پر افتخار روبروی هم نشستند. هیچ کدوم به دیگری باجی نمیده، گرچه که الان دور آلمان مدرن است، دور مسلمان ها نیست. و بعد به ترکان اشاره کردم، گفتم شما در این کشور باید یک شهروند خوب باشید، یعنی مالیاتتون رو بدید، یعنی تابع قوانین باشید، خلاف قانون نکنید. و آلمان از شما بیش از این نمیتونه انتظار داشته باشه، نمیتونه از شما انتظار داشته باشه که ایمان مسلمانتون بذارید کنار، نمیتونه چیزهایی رو که با قوانین منافات نداره از شما بخواد که شما ترک بکنید اونها رو. و آلمانی ها هم نباید از شما بیش از این انتظار، شما هم موظف نیستید که بیش از این باشید و یک آلمانی خوب باشید و یک مسلمان خوب باشید. عین این ماجرا رو من به همه مسلمان ها گفتم، ما که میایم در این کشورها اقامت میکنیم، اولین فرضمون این است که ما شهروند اینجاییم. گفت و دارهم ما کنت فی دارهم و ارضهم ما کنت فی ارضهم. وقتی که در سرزمین اونها هستی مثل اونها باش و رضایت خاطر اونها رو تحمل کن، برآورده کن. حالا بعضی از ما که به هر حال مجبور به مهاجرت هم شدیم، به قول امام علی گفت خیر البلاد ما حملک،
بهترین شهرها و بلدها و کشورها اونجایی است که تو رو بر دوش میگیرند. یعنی در اونجا زیر پا نیستی، لگدمال نمیشی، سواره‌ای، پیاده نیستی. خب کسانی از ما که در کشور خودمون زیر لگدهای ستمگران لگدمال میشدیم، وقتی اینجا میایم خب انتظار داریم در یه فضای باز زندگی کنیم، باید بهاشم بپردازیم و اون هستش که باید به قوانین اینجا ما عمل کنیم، یک شهروند خوب باشیم. و این همون چیزی است که فرانسه و جاهای دیگه از مسلماناشون باید انتظار داشته باشن، مسلماناشون هم باید این رو به جا بیارن. بیش از این نه. اقتضای دموکراسی، اقتضای حکومت بی‌طرف، اقتضای سکولاریسم همینه. و کسی که اینجاها میاد اتفاقا چشم به همینها داره، میگه اینا دیگه به دین و ایمان من کاری ندارن، به اعتقاد من کاری ندارن، من رو آزاد میگذارن، منو تحقیر نمیکنن به خاطر دیانتی که داری. وزیر کشور فرانسه، اینا همه در اخبار بود، رفته توی یه محله، رفته توی فروشگاهی، گفته یعنی چی شما گوشت حلال اونجا گذاشتید، جدا کردید از بقیه اجناس؟ خب ببینید، این وقتی به گوش یه مسلمان میرسه چه احساسی به او دست میده؟ تلخه. این میگه چی کار به این کارهای ما دارین؟ ما میخواییم گوشت حلال بخوریم، بر یک قفسه جداگانه هم حالا گذاشتن که راحت بریم پیدا بکنیم. یعنی حکومت فرانسه اینقدر بی‌تحمله، اینقدر سختگیره، اینقدر ریزبینه، اینقدر مهمان نوازه که داره اینجوری رفتار میکنه. و وقت بعد آقای مکرون میاد تو سخنرانیاش میگه ما با هیچ دیانتی مسئله ای نداریم. آخه حرف شما با عملتون باید یکی باشه. من اینجا دارم عرض میکنم، من از سکولارها نمیگم شما چرا سکولاری، حرفم اینه میگم چرا به اندازه کافی سکولار نیستی. من به لیبرالان نمیگم چرا لیبرالی، خب انتخاب خودتونه، ولی چرا به اندازه کافی لیبرال نیستی؟ همین ها رو شما در میان بیارید، همین وعده هایی که دادید. آقای مکرون دائما توی سخنانش تکرار میکنه، میگه ما در فرانسه تابع دوران روشنگری هستیم، ارزش هایی که در دوران روشنگری پدید آمد ما حافظان و حاملان اون ارزش ها هستیم. بسیار خوب، فراترنیتی، لیبرتی، فلان اینا که گفتید، خب باشید پس. ارزش های دوران روشنگری یکیش مدارا بود، یکیش سکولاریسم یعنی بیطرفی نسبت به ادیان بود. این ادعایی که میکنید، موافق این ادعا عمل بکنید و اونگاه شما خواهید دید که صد ملک دل به نیم نظر میتوان خرید. خوبان در این معامله تقصیر میکنند. من نمیدونم که راه مدارا مگه بسته است که آدم از در لجاجت بیرون بیاد. همه اینها رو من گفتم، امروز تقریبا سخنرانی ما هم مصروف این امر شد. بازم در انتهای کلام خودم این رو اضافه میکنم، قتل شنیع اون بیگناهان از شدت فجیع بودن چنان است که نامی بر او نمیتوان نهاد. من لعنت نمی کنم هیچ کسی رو، اما اگر لعنت جایز بود اینها رو لعنت میکردم. کاری است که واقعا مستحق لعنت است. ولی دعا میکنیم خداوند به بزرگی میلاد پیامبر، کسی که اکنون سالگرد تولد پرسعادت اوست، انشاءالله سایه رحمت رو بر سر همه جهانیان بگستراند، همونطور که نام اون بزرگوار لقبش بود که رحمت للعالمین است. انشاءالله این رحمت نصیب همه عالمیان بشود، از همه بیشتر مسلمانان رو نرم کند که اونها هم راه معامله و رفتار با دیگران رو بهتر یاد بگیرن در کشورهایی که زندگی میکنن. اگر هم با اونها مدارا نمیکنن، اونها مدارا کنن. اگر با اونها مروت نمیکنن، اونها مروت کنن. درس همزیستی به دیگران بدهن و این چنین انشاءالله روابط بهتر خواهد شد و ما در آینده شاهد این حوادث بسیار تلخ، بسیار زشت نخواهیم بود. و امیدواریم که با صلح بین ادیان این حوادث پایان بپذیرد. صلح این جهان حادث نمی شود مگر وقتی که ادیان با هم صلح کنند و وقتی که آدمیان با خدا صلح کنند.
لایسیته یعنی سکولاریزم فوندامنتالیست از بدترین عوامل نزاع و تخاصم است در این جهان و من امیدوارم که به سر عقل بیان و دست از این روش‌های ناروای خودشون بردارن. خب حالا من یک نکته ای رو هم باید برای داخل کشور خودمون بگم که اون رو هم باید اشاره کنم دیگه. البته بازم یه دو بیتی از مولانا بخوانم در اینجا که باز در خطاب پیامبر گرامی میگفت که گر دو سه ابله تو را منکر شوند تلخ کی گردی که هستی کان قند، کان عودی در تو گر آتش زنند این جهان از عطر و ریحان آکنند. این پیامبر رحمت یک معدن عود است، حتی اگر آتش بگیره بوی خوش بخش میکنه، یعنی ما نمی هراسیم گرچه رو ترش میکنیم و دل ما به درد میاد از اینکه اهانت و جسارتی به ساحت اون بزرگوار بشود، اما میدانیم که نور اون نام خاموش نخواهد شد. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. اما اونچه که در کشور خود ما پدید آمد قصه ایست که بر سر سخنان یکی از مراجع تقلید یا یکی از علمای بزرگ دینی رخ داد. من این مرجع تقلید رو خب بارها به سخنانش گوش داده بودم. ایشان از چندی پیش، آقای سید کمال حیدری از چندی پیش روش متفاوتی رو برگزیده بود، سخنانی رو که نوعاً عالمان دین نمیگویند یا از اونها با خبر نیستند یا بنا به مصلحت اونها رو میپوشانند یا حتی خلاف اونها رو میگویند، ایشان میگفت و در حقیقت انتقاد از خود میکرد، انتقاد از عالمان شیعه میکرد و در سخنان خودش به وضوح میگفت که بیشتر این روایت هایی که ما در شیعه داریم اینها باطله، اینها بی سند، اینها ساخته شده کعب الاحبار ها و دیگران که وارد روایات اسلامی شده و خب بدیهی بود که این سخنان می رنجاند کسانی رو که سرمایه جز همین روایات مخدوش مغلوط ندارن. آقای حیدری بحث از دین و معرفت دینی می کرد، بحث از پلورالیزم می کرد، اینکه اگر کسی به دیانتی حقیقتاً اعتقاد داره و حقیقتا دل سپرده و گمان میکند که دین حق خدا آن است، همان برای او دیانت است، تکلیف ندارد که مسلمان بشود، همان موجب رستگاری اوست، همو باعث به بهشت رفتن اوست. سخنان بسیار نیکوی بود. من نمیگم که سخنان ایشون تازه تازه بود، نه، مطلعان و آگاهان میدانن این حرفا رو، دیگران هم زده بودن و هزینش هم پرداخته بودن، اما یک عالم دین اون همچنان که میگویند در حد مرجعیت چنین سخنانی نگفته بود، تفوه نکرده بود، نزدیک به این مقولات نشده بود و هرگز نمیشود. در میان عالمان ما دیدیم اینا تا وقتی که جوانند و طلبه اند و در میان سالی اند حرفای خیلی مثلا روشن فکرانه میزنن، اما همین که به اون مدارج بالا میرسن همه اونها رو فراموش میکنن، تبدیل میشن به یک آخوند 100% سنتی که جز تکرار مکررات کاری نمیکنن. ایشان خب این کارو نکرد، اینطوری که از کلماتش و سخنانش برمیمد با آثار روشن فکران عرب، با آثار روشن فکران ایرانی آشنا بود، اینها رو میخوند، از اینها تاثیر پذیرفته بود، پاره از اونها رو قبول کرده بود، در سخنان خودش هم اینها رو می آورد. خب اینها بود رو تا یک مرتبه ما دیدیم که از قم یک آقایی که حالا من او رو یک مبلغ نابالغ می خوانم که به خودش هم لقب آیت اللهی داده، ایشان یک مرتبه بیانیه بسیار آتشینی صادر کرد، بسیار آتشین، و چنان هجوم بود به این شخص و کلماتی مثل دجال، شیاد و گمراه اینها رو در مورد او به کار برد و بعد اینکه او رو باید قلعه لباس کنن، باید او رو طرد کنن
و به او احترام نگذارن، بلکه باید به او اهانت کنن، بی حرمتی کنن، چنین و چنان بسیار بسیار شدید و له، مثل اینکه این نامه از کوره اومده بیرون، از کوره جهنم اومده بیرون، داغ داغ آتشی که من واقعا متعجب شده بودم که یعنی چه. البته کلمه کفر رو و تکفیر رو به کار نبرده بود، برای اینکه خب میدانست که آقای خامنه ای از چند سال پیش علمای دین رو، علمای قم رو نهی کرده از اینکه کسی رو تکفیر کنه، اما حرفایی که ایشون زده بود چیزی که از تکفیر نداشت الا اینکه اون کلمه رو به کار نبرد. بعد از اون هم شنیدیم که رفتند و تابلوی دفترش رو پایین آوردند و دیگه حالا بعدن چه به روزگار او بکنن نمیدونم. بعد جامعه مدرسین وارد شد، جامعه مدرسین که پلیس حوزه است و پلیس دیانت شده این روزگار و متر و معیار حقیقت و دیانت و تشیع رو به دست گرفته، اون هم وارد شد و ایشون رو پیرو شیطان خوند و گمراه خواند و قدری لحنش نرمتر بود اما مضموناً همون نکات رو داشت و جناب آقای شیخ محمد یزدی هم پای او رو امضا کرده بود. بار دیگر این زخم ما باز شد، بار دیگر این دمل سر باز کرد. ما تا کی نمیدونم قرار است که شاهد این حوادث باشی. من نمیدونم کی به این جامعه مدرسین یا به آقای یزدی و دیگران گفته است که دیدگاه های شما دیدگاه معیاره، اصل اونجاست و هر کسی که خلاف این گفت منحرفه. چه خود حق پنداری و خود حق بینی در جان اینها رسوخ کرده که این چنین با دیگران رفتار میکنن. من نمیگم با هم لباس و غیر هم لباس، رفتار باید یکسان باشه، رفتار باید این باشه که وارد گفتگو بشن، وارد مناظره بشن، بیان نه اینم که بگن بیا میون خودمون چند نفری بشینیم مسئله رو حل کنیم، نه، اینا مسائل امروز مسلمانان، شیعیان باید بدونن این روایت هایی که تو کتاب هاشون نوشته شده اینا چیه و از چه درجه از اعتبار و وساقت برخورداره. اگر یک کسی هم آمده و این سخن رو اونم نه از سر نادانی بلکه از سر آگاهی گفته، نمیشه ترد کرد. تا کی چیزا رو باید زیر فرش زد؟ تا کی باید اینا رو مخفی کرد؟ یه روزگاری بود تو همین کتابهای اهل یعنی علمای ما فقه خود ما خونده بودیم، میگفتن که مثلا فلان چیز در مورد زنان هست و به زنان نگید. من یه بار یه مقاله نوشتم گفتم آقایون این روزگار همه باسوادن، همه میتونن کتابا رو باز کنن، یعنی چی حرف رو به زنان نگید؟ این سخنان اصلا بوی کهنگی میده، بوی گندیدگی و پوسیدگی میده، مال امروز نیست، قصه ایست مال یه وقتی که زنا که هیچی، مرداش هم سواد نداشتن، کسی لای کتاب رو بانه میکرد، اونم ایرانی ها که اصلا عربی بلد نبودن اگر لای کتاب رو میخواستن باز کنن. ولی امروز یه حرفا نیست، شما استراتژی رو باید عوض کنید، شما تو بد موقعی به دنیا اومدید، اصلا این سخنان به این روزگار نمیخوره. الان هم اینا همینطوری فکر میکنن. من یادمه که وقتی که من پاره مقالات نوشتم بعدش رفتم نزد یکی از همه علمایی که علیه من سخنانی گفته بود و رفتم نشستم باهاش صحبت کردم، به من میگفت که آقا شما چرا اینا رو میری مینویسی؟ چرا به سمع و نظر همگان میرسونی؟ بیا اینجا گوش خود ما بگو. گفتم آقا مگه روحانیت دیگه مخفیه؟ شما اومدید سر کار، شما دارید حکومت میکنید، شما به مردم میگید از ما و از منطق ما پیروی کنید. خب اگه منطق ندارید برید کنار. من به شما بیام در گوشی بگم برای چی؟ من باید حرفام رو در ملأ عام بزنم، شما هم پاسخ من رو در ملأ عام بدید. اونم نه اینکه بگید این پیرو شیطانه و دجاله و شیاده و کافره و کشتنیه و نه، بیاید بالاخره اینجوری شما میتونید بمانید. ولی این درس رو روحانیت ما نگرفته، متاسفانه نگرفته. اول دو سه تا از این طلبه های 0 کیلومتر رو میفرستن جلو و یه ذره شلوغ کنن و بی حرمتی کنن و اساءه ادب بکنن و جسارت بکنن و آلودگی و لجن پراکنی به وجود بیارن. همین کاری که در مورد مرحوم آیت الله منتظری کردن، یکی از مظلومان تاریخ انقلاب و تاریخ کشور ما،
و بعد کمترش رو در مورد دیگران، الان من به وضوح دارم میبینم که در مورد این آقای کمال حیدری، این مجتهد شجاع، دارن دوباره به عمل میآورن. پیام من به روحانیون این است که آزموده رو نیازمایید. راه غلطی رو که تا امروز رفتید نروید. اگر درد دین دارید، این راه دفاع از دیانت نیست. این راه دفاع از دیانت نیست. خودتون رو هم معیار دینداری نگیرید. خودتون رو معیار حقانیت و مشروعیت نگیرید. دین مال همه است و همه حق دارن دربارش فکر کنن، دربارش نظر بدن، دربارش نقد کنن، چون و چرا کنن، بپرسن و منتظر جواب منطقی باشن. شما اونجا ننشستید که فرمان بدید و از بالا حکم براند و دیگران تبعیت کنن. اگر تا دیروز این چنین بود، به دلیل اینکه قاطبه مردم عوام الناس بودن، امروز اینطوری نیست. درک کنید این موقعیت رو و استراتژی خودتون رو عوض بکنید. جواب نمیده، نمیتوانید چنین برخوردی با انسانهای فرهیخته امروز بکنید که دیگه تمام این کتاباتون نه فقط منتشر شده، اصلا آنلاین هست. این کتاب بهارالانوار هر کسی میتونه تو خونه خودش روی کامپیوتر باز کنه، نگاه بکنه. ترجمه های اینا به زبان های دیگر هست. صحیح بخاری، صحیح مسلم، اینا الان به انگلیسی در اینجا هست. یادم یکی از روحانیون قم که از قضا نقاط مثبتی هم داره، ایشون یه حرف فوق العاده شگفت‌آوری زده بود. گفته بود که خوبه که این کتاب های حدیثی ما به زبان های دیگه ترجمه نشه. باور کنید عیناً اینجوری، برای اینکه خب این کتاب ها یه چیزایی توش نوشته، ما میون خودمون با خودمون کنار میاییم، اما دیگران وقتی چشم اینا باز کنن به ما هم دیگه به یه چشم دیگه نگاه میکنن. نگاه میکنید یه آدمی که تو این دنیای جدید گلوبالایز شده داره زندگی میکنه، میگه من باید همون منطق روستایی رو به کار ببرم، همونطوری که 4 نفر فقط این چیزا رو بلدن و دیگران رو بیخبر نگه دارن. این منطق باید عوض بشه، این رفتار باید عوض بشه. گفت تا کنون کردی چنین، اکنون مکن. تیره کردی آب را، افزون مکن. والله ما هم که دم از دیانت میزنیم و حمایت از پیامبر و رسالت او میکنیم، شرمنده میشیم وقتی که میبینیم که به نام پیامبر و به نام دین او این کارها رو میکنن. البته این شرمندگی ها باعث نمیشه که ما دست از کار خودمون برداریم. گفت هین تو کار خیش کنه ای ارجمند، زود کیشان ریش خود برمیکنن. اونا کار خودشونو میکنن، ما هم کار خودمون رو میکنیم. آب نگذارد صفا بحر خسی، اما در تاریخ نام نیکی برای اونها به جا نخواهد ماند. قدری آزادی فکر رو در حوزه ها تمرین کنید، برکتش رو هم خواهید دید و رشد اندیشه و تفکر رو هم شاهد خواهید بود. خب امروز ما به سخنانی گذشت که حالت درد دل داشت. البته درد دل شخصی نبود، دردی بود که جامعه ما، امت مسلمان در روزگار حاضر میبرد و زخمی است که بر جگر دارد. و در حدی که وظیفه ماست باید توصیه کنیم، باید هشدار بدهیم، باید انذار بکنیم و در عین اینکه قوت قلب داریم، اطمینان داریم که این دین یک پشتوانه الهی دارد و خدایی که آخرین رسول خود رو فرستاده است پشتیبان او هم خواهد بود و حقیقت هیچ وقت زیر بار باطلها پنهان نخواهد شد. اما نمیتوانیم به انتظار تاریخ بنشینیم، بلکه وظیفه خودمون رو معذرتن الی ربنا باید به جا بیاوریم، هم به غرب، هم به شرق، هم به مسلمان، هم به غیر مسلمان باید یادآوری کنیم که ما در دوران بسیار خطیری زندگی میکنیم، بسیار بسیار خطیر،
و اگر جای خودمون رو نشناسیم، موقعیت خودمون رو ادراک و احساس نکنیم، قدم درست بر نداریم، در هلاکتگاه ابدی خواهیم لغزید. انشاءالله که چنان نشود و دعا میکنیم که چنان نشود و دعا میکنیم که جمیع مسلمان ها بلکه جمیع ساکنان ربع مسکون روزهای خوشتر ببینند. دعا میکنیم همونطوری که لا نفرق بین احد من رسوله، پیامبران با یکدیگر در صلح بودن، پیروان پیامبران هم با یکدیگر در صلح باشند، درس مدارا و آشتی رو بیاموزند، سیاست مداران هم از در مهر و محبت وارد بشوند، به اندازه لازم و کافی سکولار باشند. بنده طرفدار سکولاریزم سیاسی هستم، در نوشته های خودم هم آوردم، یعنی جدا کردن دین از حکومت، یعنی مشروعیت حکومت رو بر دین بنا ننهادن، یعنی به یک چشم به همه ادیان نگاه کردن. این چیزی نیست که ما تمجمج بکنیم در گفتن او و با قیود اما و اگر بگیم. ما دوست داریم اونهایی هم که مدعی سکولاریزمن همین کار رو بکنن، به اندازه کافی سکولار باشن، به اندازه کافی لیبرال باشن، وقت در اون صورت صلحی که ادعا کرده اند، مدارایی که دوران روشنگری وعده داده است برای دوران مدرن، انشالله که حاکم خواهد شد. ما نصیحت به جای خود کردیم، روزگاری در این به سر بردیم، بر نیاید به گوش رغبت کس، بر رسولان پیام باشد و بس. و السلام علیکم و رحمت الله. با عذرخواهی از دوستان که برای شنیدن مثنوی آمده بودند، با عذرخواهی از مولانا جلال الدین که به نام او ما دوستان رو به اینجا کشاندیم، انشالله درس خودمون رو نوبت آینده پس خواهیم داد و کتاب مولانا رو دوباره خواهیم گشود و دور از این قوقاها و وسوسه ها به نشستن بر سر کلاس او و آموختن از آموزه های او ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم. آقای دکتر سلام. من نمیخواستم سوالی بکنم، ولی خب دیدم که اگه همچین سوالی تو ذهنم بود، این مسائل به اصطلاح کاریکاتور و اینا چیز جدیدی نیست، چندین ساله که هم چیز اتفاق افتاده. حالا اروپایی ها میان، حالا یه عده میان خواسته یا نخواسته میان یه همچین کاریکاتور رو میکشن یا دو مرتبه منتشر میکنن، و صحبت اینه که خب ما مسلمونا چرا بایستی، یعنی من خودم رو نگاه میکنم، من این کاریکاتور رو که نگاه میکنم اصلا هیچی برای من اصلا مهم نیست، چون من پیامبر رو به این دید اصلا نگاه نمیکنم، و چرا ما مسلمونا نبایستی اینقدر به اصطلاح آگاه باشیم و اینقدر به قول خود شما مدارا باشیم که با یه کاریکاتوری که خب یکی اومده یه چیزی کشیده به اصطلاح همچین رفتاری رو نکنیم. و بعد اینکه جوان‌ها رو شما صحبتش کردین، الان خب خیلی در کشورهای دیگه به خصوص کشور خودمون صحبت از مرگ بر آمریکا همه میگن، ولی جوان آمریکایی که میان کاری بکنن که حالا که حالا یه جوان مسلمون که حالا یه عده دیگه اومدن به اصطلاح تحت تاثیرش قرار دادن بخواد بیاد همچین کار فجیع رو انجام بده، یعنی من فکر کنم ما نباید اول به خودمون نگاه بکنیم، اول به رفتار و کردار خودمون نگاه بکنیم، که خود مثلا در جوامع اسلامی شما نگاه بکنید، جامعه ایران الان نگاه بکنید با سنی ها چیکار میکنن، در عربستان اصلا یک دونه شما کلیسا نمیبینید، یعنی کشورهای به اصطلاح مسلمان همچین به اصطلاح چیزی از خودشون نمیان نشون بدن. و حالا سوال کلی من اینه که آیا ما نباید اول به خودمون روی خودمون کار بکنیم، بعد بخوایم به افراد دیگه، به کشورهای دیگه بخوام بگیم به صورت نشون بدیم که چجوری واسی باشن؟ مرسی. بله، البته این سخن رو که خب ما همیشه میشنویم، خودمون هم گفتیم، ما که نمیگیم ما بی ای بیم، اصلا مسئله این نیست، مسئله این حادثه خاصه. ببینید کسی هم تو کشورهای دیگه هم مسلمان ها خب تظاهرات کردن و نارضایی خودشون رو از این امر نشون دادن، خب البته دوست ندارن که این کاریکاتورها کشیده بشه، حالا یه دهی هم کشیدن، ولی کانتکست خیلی مهمه. شما در فرانسه در اون محیط پرتهدید پرتبعیض وقتی که باشید این رو بهتر میفهمید.
که یک کاریکاتور اینچنینی، گفتم کشورهای دیگه این کارو نمیکنن، برای اینکه انگلستان نکرد، کانادا نکرد، با اینکه آزادی بیان هم هست، برای اینکه میدونن این تحریک میکنه. حالا ما میگیم که نباید تحریک کنه، خیلی خوب نباید کنه، ولی حالا امروز که میکنه چی؟ بالاخره باید دست نگه داشت دیگه. توی فرانسه مسلمونا، حالا مسلمونا هم که من نمیگم، اون دو سه نفری که این کارو کردن، شما حالا اسم مسلمونا رو نیارید، من اون دو نفر اصلا من نمیدونم کیم، اصلا آدم تردید داره، مشکوکه که کیا اینا رو تحریک کردن که برن اون معلم بی گناهو بکشن. من اونجاها اصلا چون پشت پرده است و مخفی، آدم نمیدونه چی به چی بوده، که آیا واقعا این طرف عرق مسلمونی رفته این کارو کرده، یه چیزای دیگه بوده. ولی خب ببینید، از خطا خطا میزاید. وقتی که شما اومدی یه آتش افروختی، حالا فرض کنیم بگیم یه مسلمان، وقتی که احتمال اینها میره، خب باید آدم دست نگه داره. بله ما به مسلمان ها هم میگیم تحمل خودتون رو بالا ببرید، همیشه هم گفتید تحملشون هم بالاست، برای اینکه مگه همه مسلمان ها این کاری کردن؟ دو نفر این کاری کردن به اسم مسلمونی، این دو نفر هم معلوم نیست محرکای اصلیشون کیا بودن. اصلا شما اینجوری فکر نکنید، نگید ما مسلمان ها، کدوم مسلمان ها؟ بله تو جوامع مسلمان این قصه ها هست، بنده هم قبول دارم، یکیش کشور خودمون، اصلا ما چه رای دور بریم، چرا بریم عربستان و فلان که هممون میدونیم چه گونه است. بله کشور خود ما، فکر خدا بنده رو هم تحمل نمی کنه، با سنی ها اونجوری هن، با افغان ها اونجوری هن، اینا که ما حرفی نداریم، ما که نه این دفاع از اینا بکنیم. ببینید ما در یک مسئله خاصی داریم سخن میگیم که به نظر من مشکوکه، به نظر من تحریک آمیزه، یک وسوسه های شیطانی پشت سرشه. بعدم مسلمونا نکردن، دو نفر کردن، و بازم اینا تکرار میکنه، این حرفو نزنید. بله اینا به نام مسلمونی کردن، و اینکه اینا مسلمون بودن، اینا محرکشون کی بوده؟ آدم وقتی پشت بعضی از این قضایا رو بگیره بره، میبینه صد دیگه جاهای جهنمی در میاره. اون جوون چچن اصلا کی اومده اینو تحریکش کرده که بلند شو برو از یه شهر دیگه ای، بلند شو برو این معلم بدبخت بیگناه رو بکش. میخوام بگم که این داوری ها هم درست نیست. بعدم حکومت ها، من بازم تکرار میکنم، انگلستان از این آزادی بیان این سوء استفاده رو نکرد. این درست خاک تو چشم یکی پاشیدنه، درست سیخ تو چشم یکی دیگه کردنه، کاملا معلومه. یعنی اون کسی که اون چیزا رو میکشه میدونه که این اتفاقا میفته، مگه میشه که ندونه؟ یک فضای ملتهب شما در میان او بیاد این کارا رو بکنید، بعد به طرف مقابل بگید که نه شما ملایم باش. بله ما هم میگیم ملایم باش، ولی ما میدونیم که بعضی نصیحت ما رو گوش نمی کنن و ملایم هم نیستن. به قول اون طرف گفت در میان هفت دریا تخت بندم کرده است، باز میگوید که چابک باش و دامن تر مکن. من انداخته تو دریا، بعد میگه مواظب باش خیس نشی. خیس میشه دیگه طرف. من از طرف اونا اینجا طرفداری نمی کنم، من دارم توضیح مسئله میدم. من 10 بار گفتم که جنایتی که اینا کردن اصلا قابل توصیف نیست، ولی من میخوام بگم بازی دو طرف داره اینجا، ما هر دو طرف رو باید ببینیم. این درست نیست که یکی بره پشت سپر آزادی بیان قایم بشه و بگه ما هر چه کردیم درست، آزادی بیان طرف مقابل رو بره آدم بشه. نه، به نظر من این درست نیست. ما باید بگیم و به این سیاستمدارا باید بگیم که شما باید تدبیرهاتون همه جانبه باشه، همه جانبه باشه. عرض کردم من نمیگم نه به اسلام رو بیارید نه به مسیحیت، به کشور انگلیس و کانادا و همین آمریکا نگاه کنید. اینا تا بتونن نمیکنن، آتش نمیافروزن، ولی در اونجا میافروزن. البته آقای ماکرون میگه که من مسئول نیستم، راستم میگه ماکرون که همه کاره نیست، قانونه، کانستیتوسیونه و این اجازه رو میده، ولی حرف من این نیستش که این اجازه دو طرف داره، این رخصت، یعنی هم میتوانی بکنی هم میتوانی نکنی. وقتی یک کسی پاشو میذاره و عزم و جزم میکنه که من از این رخصت میخوام استفاده بکنم، در حالی که میتونه استفاده نکنه، اونم یک چنین چیزهای گزندهی رو پدید بیارم، به نظر من نمیشه خیلی اینو بیگناه دونست. و گفت بله یه کار خیلی ساده ای انجام داده بود تو عالم ژورنالیسم و همه میکنند و فرآ بدن، من که تو کتم نمیره و باور نمیکنم، و به تدریج هم اگر معلوم بشه که پشت سر این ماجراها چی بوده. در این حال البته
ما به همگان نه فقط به مسلمان ها این رو هم میگیم، میگیم چند تا بدجنس این دنیا پیدا میشن، شما تحمل کنید، شما تحمل کنید. به قول مولانا گفت گر دو سه ابله تو را منکر شوم تلخ کی گردی که هستی کان قند. اگه اونا سرکه میریزن شما شکر بریزید. میگیم اینا رو ما، نه این که نگیم، و عقیده همون خودمون هم این کار رو میکنیم و تحمل میکنیم و دندون روی جگر میگذاریم، ولی همه نمیکنن. و در عرصه سیاست عمومی باید همه جانبه نگاه کرد و از همگان نباید انتظار واحد داشت، باید همه رو سنجید و در نظر گرفت. این که از اخه عمومین که میگن، ببینید ما تو نماز جماعت یک اصطلاحیه، میگن پیش نماز باید مراعات از اخه عمومین رو بکنه، یعنی ضعیفترین و ناتوانترین نمازگزاران رو. ممکنه پیش نمازی دوست داشته باشه وقتی میره رکوع 5 دقیقه طول بده، ذکر بگه یا سجود میره، میگه بابا مراعات اون پیرمرد رو بکن که نمیتونه زیاد خم بشه، یه ذکر سبحان ربی العظیم همینجوری بلند شو. مراعات از اضعف مأمومین، نگو که من پیش نمازم فقط جوونا بیان پشت سر من، خب پیرا هم میان، مراعات اونا رو هم بکن. در یه کشور واقعا همینطوره، مراعات همه رو باید کرد. درست نیست که ما از آزادی بیان یه پیکان، یه نیزه بسازیم و تو چشم و جگر این و اون بکنیم. آزادی بیان به هم نمیخوره. برای اینکه آزادی بیان گفتم تکلیف حق است و میتوانی این رو بگویی و میتوانی هم نگویی. سخن من متوجه هر دو طرف بود. ما که عمرمون سپری شده است در سخن گفتن با حاکمان خودمون که چنین نکنید، چنان نکنید، اما اکنون هم توی این مشکلاتی که ما خلاصه گرفتار آمدیم، باید سخن خودمون رو اونچنان که درک میکنیم، منطقی رو که درست میدونیم بیان کنیم. بله خانم زیبا. سلام آقای دکتر سروش. سلام. من خواستم ببینم شما فکر نمیکنین یه بازی سیاسی باشه، چون الان نزدیک انتخابات، بالاخره پالیسی ترامپ هم این هست که بالاخره خارجی ها رو مرزا رو ببندن و در واقع فرانسه هم با سیاست ترامپ موافقه و در واقع یه جور به نفع ترامپ شد این مسئله، و همینطوری که تو کارزارای تبلیغاتیش هم مرتب داره میگه که اینا میخواد مرزا رو وا کنن بیان، بعد امنیتمون از دست برو، یعنی یه جوری داره از این مسئله استفاده میکنه. من یه مقدار فکر میکنم که شاید بازی سیاسی هم باشه اصلا همه اینا. والا بازی سیاسی هست، ولی نه در آمریکا و برای آمریکا، در خود فرانسه. ببینید اتفاقا این رو دیگران هم گفتن، من حالا در ضمن سخنانم نیاوردم این رو. در فرانسه یک رقیب خیلی سرسخت داره آقای ماکرون، همون خانم ماری لوپن، که از اون دست راستی های خیلی خیلی غلیظه و از اونهاییست که واقعا اگه سر کار بیاد شاید خیلی مسلمان ها رو بیرون کنه و هنوز به جایی نرسیده هم حرفای خیلی نفرت انگیز میزنه و اینا دائما امثال ماکرون رو زیر فشار قرار میدن که شما به اندازه کافی با این مسلمان ها چیز رفتار خشن نمی کنید. من در تحلیل هایی که تو این زمینه ها آوردند این رو دیده ام که میگویند که این بنده خدا برای عقب نموندن از قافله خلاصه دست پیشو گرفته که پس نیفته، به اونا بگه نخه بنده هم در این کار پیش قدمم و از شما هم جلوترم. یه جوری میخواد رای دهندگان خودش رو راضی کنه و رقیب خودش رو از میدون بدر کنه. متاسفانه دیگری اینها مسلمان ها شدن، یعنی وجه المصالحه اینا شدن، این یکی میخواد ببره اون یکی نمیخواد ببازه، اینا این قمارشون بر سر مسلمان هاست. یه مقدارش هم اینه. چرا؟ اتفاقا این که شما میگید بازی سیاسی هست، ولی داخل فرانسه و در داخل، یعنی میان احزابی که اونجا وجود دارن و توی این رقابت های کثیفی که گاهی در عالم سیاست در میگیره و هر کدوم میخوان از دیگری پیشتازتر بشن و گوی رو از دست رقیب برو باید. این هم یک احتماله که از قضا دیگران هم متوجه شدن و بیان کردن. این ماکرون پس از این حرفا که زد خیلی مجبور شد مصاحبه کنه. من پاره ای از اونها رو دیدم و
هی جواب سوالات اینو بده، جواب سوالات اونا رو بده و هی خورده خورده نرم کنه، تعدیل کنه. منظور من این نبود، اونجا سخنان رو اوت اف کانتکست گرفتید، این چنین بود، آن چنان بود. هی دائما این چنینی. ولی خب حرفای شما زدی و دیگه زدی نمیتونی، تیریست که از کمون رها کردی و این دیگران فهمیدن تیر رو به کجا انداختی نمیتونن با این سخنان بیعمل شما قانع بشن. و به این ترتیب توی این فضای ملتهب در این کانتکستی که من بارها عرض کردم که مسلمونا باشون صحبت کنید تو فرانسه، احساس تبعیض و تهدید میکنن. اینا یک مرتبه یه اثری میذاره، مثل یه گلوله آتشینیه که یک دفعه توی یک فضای پر از کاه مثلا شما میاندازید، میونه یک انبار پنبه میاندازید، بعد دیگه انتظارش چی دارید؟ دیگه آتش میگیره دیگه. و مجبورید، یعنی یک سیاستمدار باید پختگی بیشتری از خودش نشون بده. سلام و درود به شما جناب دکتر. سلام علیکم. بله داریم. بله. سلام بر شما جناب دکتر. من قبل از اینکه سوال خود را عرض کنم، واقعا خرسندم از اینکه فرصت برای ما مساعد شده با شما هم کلام بشیم. شما رو همیشه تعقیب کردیم، خوشحال هستم. در مورد جناب ماکرون چیزایی که فرمودین و دوستانم گفتن، ما هم مصاحبه اونا رو گوش کردیم در پهلوی توییت و حرفایی که قبلا زده بودن و مطمئنن قانع کننده نبود. ولی در نهایت خواستم بپرسم اگه جواب از دید آینده نگری ببینیم، چنانه که معلوم میشه شاید کشمکش بین اسلام سیاسی، یا نمیدونم، نمیخوام لفظ ماکرونه که اسلام افراطی میگن، شاید بگم مسلمانان افراطی و اروپای حالا ضد دین یا ضد اسلام، اگه مواجهه در آینده قرار باشه اتفاق بیفته، بهتر از برای مسلمانانی که مثل ماها در کشورهای اروپایی مهاجرن، یعنی چه برخورد ما باید داشته باشیم؟ بهتر از مسامحه و نرمی پیش بگیریم، یا نمیدونم خدا به نحوی آماده، حالا نمیخوام بگم آماده نمیدونم جنجال با اینا بکنیم، چون ما توانشو داریم و نه هم همچون چیز در ما از ما ساخته است، نه خواهان همچون مسئله هستیم، ولی راهی که ما بخوایم پیش بگیریم چی خواهد بود؟ والا شما، من که اولا نمیدونم آینده چی میشه، ولی من حرفم رو زدم. ما باید اینجا شهروندان خوبی باشیم. ما مطابق قواعد شهروندی و قوانینی که اینجا داره و فضاهایی که در اختیار ما قرار میده، امکانهایی که پیش پای ما میذاره، تو همین مجموعه ها ما باید عمل کنیم. ما سر جنگ و سر نزاع و سر قتال و سر چریک بازی و این چیزا نداریم. و حالا طرف مقابلم اگر چنین میکنه، ما که نمیتونیم مقابله به مثل بکنیم. حتی تو کشور خودمونم ما این کار رو نباید بکنیم، حالا که اینجا توی کشور دیگری هستیم. ببینید، خوشبختانه حالا دموکراسی ها، حکومت های سکولار تا کنون، آینده رو نمیداریم، یه فضای بازی برای فعالیت های سیاسی گذاشتن، مطبوعاتی هست، تشکیل انجمن ها هست، لابیگری هست، عرض می شود که چیزایی از این قبیل، که اینا خودش خیلی خوبه. ما که نمیخوایم دنیا رو بهشت بکنیم، ما که نمیخوایم غرب رو تسخیر بکنیم، همچون فکرهایی در ذهن من بنده که ندارم، هیچ کسی رو هم به این چیزا دعوت نمی کنم. من همیشه گفتم که ما یه باغچه خوب اگر پدید بیاریم و چند تا گل پوش بکاریم، بهتر از اینه که در پی بهشت ساختن روی زمین باشیم و نه اون باغچه رو به وجود بیاریم، بلکه جهنم تولید کنیم. اگه کمونیسم، خب من گفتم این کمونیسم، فاشیسم، اینا چی بودن؟ از دل همین اندیشه‌های غربی اومدن بیرون، همه شورا میخواستن دنیا رو بهشت بکنن، ولی نهایتاً یه جهنم درست کردن. نه، ما اتفاقاً در دموکراتیک تر کردن این فضا باید بکوشیم، در این که برای همه ما فضا رو و امکانات رو وسیع‌تر و بازتر بکنه. ما راهمون اینه. و خیلی خوب، به نظر من اگه برای کسانی
زیستن در اینجاها مناسب نیست، یعنی واقعا دیگه در شأن خودشون نمیدونن یا تحمل خودشون نمیدونن، به نظر من میتوانند به جایی برن که همون در دیاری برون که خیر البلاد ما حملک، یعنی جایی که اونا رو بردوش بگیره. ولی در اینجا موافق همین قواعد و قوانین ما باید عمل بکنیم، راهی غیر از این نداریم. و به نظر من با حسن سلوک و با حسن رفتار در همین فضا میتونیم برحال بارمون رو از زمین برداریم. من حتی دیدم خدا شاهده در همین آمریکا، در کانادا، در انگلستان بعضی واقعا بچه هایی رو که تربیت کردن خیلی بهتر از بچه هایی رو عذاب در اومدن. خوبی هایی در این فضاها هست که آدم باید بشناسه و باید استفاده بکنه. ما که اینجا نمیخواد بگیم که یه محیطیست که یه گله آلودگی و نجاست و کثافت بحثی چیزا نیست. خوبی هایی داره، بدی هایی داره، همش رو باید با هم بشناسیم. ما به مسلمان ها همیشه هم توصیه میکنیم که تو جایی که هستید بدانید که کجا هستید، توقع و انتظار زیادی نداشته باشید. خب این خیلی مهمه که آدم بدونه که وقتی تو آمریکا است، تو فرانسه است، این آمریکا یا این فرانسه از دل چه تاریخ اومده بیرون. این فوق العاده مهمه. خب فرانسه رو ما میدونیم از دل چه تاریخ اومده بیرون، به همین دلیل دین ستیزه. ما میدونیم که این استعمار الجزایر و تونس و مراکش رو غیره کرده و لذا کسانی که اونجا هستن دل پوری از فرانسه دارن. اینو ما میدونیم و به همین سبب هم هر دو طرف باید اینجا خودشون رو موزون کنن نسبت به یکدیگر. انتظارات بیش از حد نداشته باشن از هم دیگه، مخصوصا کسانی که در اقلیتن. حالا اونایی که اکثریتن ما اینا رو دعوت به اخلاقی بودن و مسئول بودن، مسئول‌تر بودن میکنیم، چون این تو قدرت بیشتر داره، مسئولیت بیشتر هم داره. ولی به هر حال دیگران هم در حد خودشون. ما توقع نداریم از این آمریکا که الان توی زندگی میکنیم که جامعه مسلمانی باشه. تازه مگه ایران ما جامعه مسلمانیه؟ یا عربستان مگه جامعه مسلمانیه؟ گفت تو فخر همی کنی که من می نخورم، صد کار کنی که می غلام است آن را. حالا ظاهرا شراب نمیخورن یا فلان و فلان، ولی خیلی کارهای دیگه میشه در سطح علنی که باید آدم واقعا محکوم کنه اونها رو. نه، در اینجاها ما هیچ راهی غیر از این نداریم و بهترین کارم هست و میتونیم هم لابلای او فضاهایی برای خودمون باز بکنیم و امیدوارم که این کشورها اینجوری بمانند. ما هم باید کمک کنیم که این چنین بمانند، یعنی فضاها باز بمانند. ما نباید یک کاری بکنیم فضاها بسته بشه. ما هم مسئولیت داریم. همین که من الان اینجا میتونم چهار کلمه حرف بزنم، خوب دیگه، منم باید استفاده کنم از این راه، از این فضا، از این امکان. کسی دیگری، من این حرفامو تو ایران نمیتونم بزنم، من اینجا میتونم سر کلاس درس برم، اونجا نمیتونم برم. من از همین جا استفاده میکنم. فضای خوبیه، بد نیست، ایدئال نیست، البته آرمانی نیست. کدوم جامعه ایدئاله، کدوم جامعه آرمانیه؟ حد و حدود خودمون رو هم میشناسیم که چه کار میکنیم، چه کار باید بکنیم. اما اینکه یه روزی اگه جنگ بشه ما چه کار کنیم، خدا نکنه جنگ بشه، بنده فرمانده جنگ نیستم، نمیدونم. اون سوالا رو از دیگران بکنیم. سلام آقای دکتر، شبتون بخیر باشه. من برای اینکه خودم بهتر بفهمم صحبت‌های شما رو، چون اگه اشتباه نکنم چند سال قبلا یه بحث سکولاریسم ستیزگر رو داشتین که فکر می‌کنم بازم در رابطه با فرانسه بود و حجاب و اینها، یه وجه صحبتتون اینه که تو عرصه قانونگذاری مثلا دولت مردا مثلا ستیزه نکنن با دین، یا اینکه حالا همین بحثی که اتفاق افتاد تو اظهار نظرشون مراعات بکنن و اینها. ولی یه بحث دیگه اینه که اگر اون کاریکاتوری که کشیده شده یا این توهینی که صورت میگیره از طرف دولت شروع نمیشه، از طرف یه مجله، یا از طرف مردم عادی شاید حالا مثلا اون شروع میشه. خب حالا برای اینکه این اتفاق نیفته، یا اینکه مراعات مسلمانان رو کرده باشن، یه استثنایی در قوانین قائل بشن، یا اینکه اینطور بپرسم تو انگلیس یا کانادا چه اتفاقی می‌بینی، چه مکانیزمی وجود داره که این اتفاق نمی‌افته یا جای مساعدتریه، یا مثلا یا اینکه می‌فرمایید مثلا یه
مکانیزمی باشه، یا اینکه یک ممنوعیتی باشه مثل مثلا هولوکاست که خیلی اظهار نظر نمیشه راجبش کرد، مثلا مقدسات مسلمین هم بگن تو این دایره بگن اظهار نظر نکنید. منظورم از اون طرف قضیه است، میخوام ببینم نظر شما چیه. خیلی ممنونم. بله سوال خیلی خوبیه. ببینید به همین دلیل هم من اولا خب بله راجب چیز خب هولوکاست رو اینا خب بله حق سوال کسی نداره، حتی محققین هم حق ندارن. آقای روزگارودی رو خب اینا به دادگاه بردن و اینا. یک استثناء است به قانون، بله، ولی خودشون میگن غیر از این استثناء ما دیگه استثناءهای دیگه نداریم، نه مسیحیت نه یهودیت نه اسلام و اینا، بلکه هر چیز عمل یک چیز دیگر. و منم هرگز خواستار این نشدم که شما بیاید اکسپشنالیزمی اینجا درست کنید و بگید مسلمان ها مستثنان، اصلا این کار رو نمیشه کرد و با منطق آزادی بیانم سازگار نیست، در قانون اساسی هم این راحتی نمیشه دست بود. اتفاقا من وقتی که انگلستان کانادا رو گفتم به همین دلیل بود، یعنی به این دولت مردان فرانسوی گفتم بین از اینا یاد بگیرید، اینا هم تو کانستیتوشنشون همین چیزها رو نوشتن، استثناء هم قائل نشدن. ولی یه وزیر داره در انگلستان، اصلا وزیر امور دینی، اینا با مسلمان ها دائما گفتگو میکنن. یه خانومی بود اون موقع که من اونجا بودم، اینا قاطیان با اینها، راهشون رو نبستن، اونم فقط با مسلمان های لائیک، نه با خود مسلمان هایی که خیلی مسلمانن، اینا رفت و آمد دارن. اینجوری تونستن، ببینید روزنامه نگاراشون هم به نظر من مزاق دولت و حکومت دستشون اومده، اگر بیان یه همچه کاریکاتوری چاپ کنن هیچ کی بهشون چی نمیگه، یعنی هم مطابق قوانین کاملا آزادن، ولی مزاق دولت دستشون اومده. همونطور که روزنامه نگارای وقتا خودشون رو سانسور میکنن، میگن این مثلا جزء اسرار دولتی حکومتیه، مصلحت مملکت خودشون رو تشخیص میدن، اگرم چاپ کنن احتمالاً به مشکلی برخورد نخواهم کرد. ولی ببینید آخه یه تفاهم در اینجاها باید صورت بگیره، همه چیز رو با قانون نمیشه حل کرد. من همیشه گفتم که اخلاق یعنی مفهوم مروت و مدارا و همزیستی مسالمت‌آمیز خیلی بالاتر از قانونه. قانون مال جاییست که نزاع در میگیره و بعد میایم با قانون این نزاع رو حل میکنیم، میگیم این حق تو اون حق تو، دیگه با هم کاری نداشت. اما اخلاق درست مال اون جاهاییست که قانون اونا رو پوشش نمیده و ما خیلی احتیاج به او داریم. در این کشورها همین طوریه، و الا واقعا اگر یه کسی یه چیزی اینجوری چاپ بکنه خب نمیکنه. حتی اینا نیومدن کاریکاتورهایی که تو فرانسه اون مثلا خودشون اونجا از روش چاپ کنن، یعنی تکثیر کنن، باز تولید، این کارم نکردن. یه فهمی در اینجا حضور داره، یک تفاهمی حضور داره، و الا به لحاظ سکولار بودن و آزادی بیان اینا، کانستیتوشن ها اینا هیچ با هم دیگه فرقی نداره. یه پایه‌ای رو گذاشتن که این پایه خوب داره عمل میکنه و بعدم در حفاظتش میکوشن، برای اینکه به نفع دو طرفه، به نفع کل جامعه و کشوره میکوشن. اون چی که آدم در فرانسه میبینه متاسفانه این تفاهم نیست، حالت لجبازیه، حالت نخوت فروشیه، حتی این رو هم من عرض بکنم، حالت نخوت فروشیه، حالت خود برتربینیه، فرهنگ ما خیلی برتر است و شما فروترید و پسترید و با شما هر رفتاری رو میشه کرد و اینا جالب نیست. اون کسی که تو اون کشور و اون محیط زندگی میکنه اینا رو میگیره، اینا رو میفهمه. ممکنه شما بگی منظور من این نبود، اون یکی بگه منظور من اون نبود، ولی همیشه که نمیشه با مردم شوخی کرد یا لاپوشانی کرد، نمیشه دیگه، یه چیزای آشکار میشه، میفهمه که این حکومت بی طرف نیست، این طرف رو داره بیشتر میگیره، پاشو از قانون اساسی شم. اما تا میگی چرا این کار، میگه آزادی بیان فلان اینها، و من خواستم همینو توضیح بدم که در عرصه آزادی بیان انقدر مجال هست که شما کارایی بکنید که تفاهم رو، دوستی رو بیشتر کنید، انقدر هم مجال هست که خصومت رو بیشتر بکنید، تا شما کدوم راه رو بخواید انتخاب بکنید. بازم عرض میکنم من به همین دلیل گفتم بریم، من این آخه یه بار با یکی از این استادای فرانسوی صحبت میکردم، عیناً همینو بهش گفتم. او اتفاقاً راجع به اقلیت‌ها در فرانسه کار میکرد و رابطه مسلمان ها با حکومت چند سال پیش بود،
من به او گفتم که این آقای فرانسوی خانم ایرانی داشت من رو دعوت کرده بود برای سخنرانی و خب گفتگویی هم با این آقا میکردیم. من به او گفتم که او خودش از بعضی تبعیض‌هایی که تو جامعه فرانسه هست نسبت به مسلمان ها و مهاجرا بر من میگفت. میگفت یه جایی رفته بودم و دیدم که صف بلندی کشیدن و نسبت به این مهاجرا بسیار بد رفتاری و بی‌اعتنایی میکنن. میگفت من مخصوصا رفتم تو اون صف ایستادم تا نوبت که به من رسید. بعد میگفت اینا یه دفعه دست پاشون رو گم کردن. گفتن ای آقا ما نمی‌دونستیم شما فرانسوی هستید. و این میگفت من مخصوصا تو اون صف رفتم برای که همین ببینم سوء رفتار اینها و تبعیض‌گریشون رو. بعد من به این آقا همین رو گفتم. گفتم من دوستانی دارم در انگلستان، اینا مسلمانن، اینا مسلمانای خوبی هم هستن. من هیچ وقت ندیدم اینا گله بکنن از حکومت، هیچ وقت بگن ما مورد تبعیض واقع شدیم. این آقا خیلی مشتاقانه مثل اینکه یک کسی اولین بار داره اینو بهش میگه، گفت کو اون دوستات به من معرفی کن، من با اینا میخوام صحبت کنم، مصاحبه کنم. و من کارو کردم دیگه، نمیدونم نتیجهش چی شد. ببینید اصلا یه چیزی به این سادگی که من الان دارم اینجا به شما میگم و مثل اینکه مورد غفلت ایناست. اون وقت در این فرانسه، من حالا نام نمیخوام بیارم، مشاورین حکومت مسلمانایی هستن که از خود حکومت سکولارتر و لایکترن. اسم من نمیخوام بیارم، بعضیش از دوستان من بودن و هستن. جامعه مسلمان اونا قبول نداره، اونا رو قبول نداره و اینا مشاوران حکومتن. از توی این چیزی در نمیاد، راه رو باید عوض بکنند. در انگلستان اینطوری نیست. یکی از دوستان خود من که یه شیعه خیلی خلص، این مدال همچی از ملکه گرفته. یعنی اینقدر اینا روابطشون با همدیگه نزدیکه و میتوانن حرف همدیگر بشنون بزنن و خب نتیجه هم دارن میگیرن دیگه. من دارم اینو میگم، آدم میتونه نصیحت بکنه که خب ولی به گوش کی میره. من فقط میخوام بگم سیاستشون رو برید بشینید تنظیم کنید. من در آلمان که بودم، اونجا یه مؤسسه خیلی مهم علمی بود به نام ویسنشافت کولکت سو برلین، که یه مؤسسه است که هر سالی 40 تا از محققین رو از سراسر جهان میآوردن. من دو سالی اونجا بودم. یه نوبت دیدم که چند تا خانم جوان فرانسوی اونجا پیداشون شده بود، اینجا میرن اونجا. بعد یکی از مسئوله اونجا گفت که فرانسه میخواد یه مؤسسه شبیه این بسازه. اینا اومدن که سازوکار ما رو اینجا بیاموزند و بعد ببرند و بتونن یک چنین مؤسسه علمی پرستیجسی اونجا بسازن. من دارم اینو میگم، این کار رو خب باید برای چیزای دیگه هم بکنن. ممکن خودشون بلد نباشن، بدن از دیگران یاد بگیرید که رفتار با یک گروه مهاجر چگونه است. هی نگید اسلام، والله بیشتر اینا نه قرآن خوندن نه روایت خوندن، هیچ اینا نیست، دردشون یه چیزای دیگه است. بلا فاصله اسم تروریسم اسلامی هم به اینا میبندن، خیال خودشون فکر کنن راحت کردن. خب اگه با این اسم تموم میشد که خب تموم شده بود. نه، نمیشه و راهش تفاهم است و اینا هنوز به این نقطه نرسیدن. فکر میکنن اگه کوتابیان نشانه ضعف و ذلت اونهاست، در حالی که مملکت‌داری هر کار نمیشناسه. سیاست یه چیزیست که شما یه جا هم باید کوتاه بیاد، باید دوستی بکنید، باید حرفی رو که زدید پس بگیرید، راهی که رفتید عقب نشینی بکنید. همونجور به سیاست، اونم با یه اقلیت بزرگی مثل 6 میلیونی در فرانسه که بزرگترین اقلیت مسلمان تو اروپاست. هیچ کشور اروپایی اینقدر مسلمان نداره، نه انگلستان نه آلمان، اینجاها که تازه بیشتر، اینجاهای دیگه که خب خیلی کمتره. بله ماجرا این است. آری ماجرا تکراری است، زخم ما کهنه است اما بی نهایت کاری است. خب خیلی ممنونم از یکایی که دوستان و عزیزان که پای درد دلهای ما نشستن. ان شاء الله تا نوبت آتی.